پرسش که مطرح میشه برای این هستش که یهودیان میتونن یه افراد معمولی باشن مثل هر فرد دیگه، و چگونه ما میتونیم تعریفی داشته باشیم از دستاوردهای معجزه آسا اونها، چه از نظر مفهوم از نظر ویکتور فرانکل، چه از نظر به حال مارکس، از نظر افرادی که فروید و دیگران که اومدن تحت تاثیر قرار دادن جامعه بشری رو. و این دفعه نامی از میلتون همیل فارب ما میتونیم به عنوان یک نویسنده یهودی آمریکایی که میگه هر یهودی به خودی خودش میدونه ممکنه کاملا یه فرد معمولی باشه، اما در یک بزنگاه و نگاه کلی وقتی که نگاه بکنیم که یهودیان درگیر چیزهایی هستن از نظر چالش‌های بشری، مثلا شما در نظر از نظر تعداد یهودیان در جهان ممکنه کمتر از یک خطای آماری در سرشماری چین باشه، با این حال همچنان از اندازه شما در نظر بگیرید، از نظر آماری از یک طرف در نظر بگیریم و از نظر تاثیرگذاری که از فکر و اندیشه‌ای که آنان دارن بر اطرافیان خودشون در جامعه که در اون زندگی میکنن یه چیزی هستش که والاتر از اون هست، از نظر پاتنت های در حال از نظر انگرایی خرد ورزی و اینی که در یکایک فناوری ها داره به پیش میبره اسرائیل، چیزی هستش قابل آیا قابل باور هست؟ چرا بسیار از یهودیان از این موضوع بیخبرند و به دنبال همانندی و همفرهنگی با دیگران هستند که از این طرف هویت در یک سردرگمی هویتی خودشون قرار گرفتن که برای اینکه میخوان به جامعه بشری به رسالتی که به عهده میگیرن از نظر دنیای انگرایی و خردورزی به قدری دران میان و وارد میشن که خودشون رو فراموش میکنن، و این شگفت انگیز ترین پرسشی هست که در مورد یهودیان مطرح میشه که اغلب اوقات یهودیان میشه گفت مشکل میتونه ایجاد بکنه، و اون چیه؟ تا چه اندازه یهودیان با وجود این که 3300 سال داره میگذره با وجود وضعیتم و اینی که خدمت به جامعه بشری و غیرها چگونه میتونن هویت خودشون رو از نظر سگاری شخصی خودشون حفظ بکنن، چگونه؟ و این به این دلیل هستش که به هر حال وقتی این بحثا مطرح میشه برای این هستش که یهودی بودن چه مسئولیت متوجه من میکنه، آیا هر چقدر که من از یهودیت به دور باشم پس من الان به علم، به دنیا، به جامعه بشری میتونم بیشتر بیام و خدمت بکنم؟ از نظر باورمندی افراد اگر شما در نظر بگیرید باورمندی افراد جدای دین از سیاست وقتی مطرح میشه، یعنی که هر چقدر که منکر باورمندی باشن و انکار بکنن و اون رو و آتیست باشن پس من میتونم جامعه بهتری از بشریت بتونم بسازم، و این سوالی هستش که ادموند پلگ مطرح میکنه، و اینی که این نویسنده فرانسوی میگه اصلا چرا من یهودی هستم، و ادموند پلگ در این کتاب بسیاری از یهودیان رو که بسیاری از یهودیان اصلا ترک کردن در قبل از جنگ جهانی دوم در حالا دوران رنسانس و غیره گفته بودن که مذهب هستش که و باورمندی من هستش که میتونه یک حائلی باشه بین من و جامعه، برای همه هر چقدر که من از این جامعه مذهبی و گتو فرار بکنم، به انگرایی برم و زبان نوین رو من بیابم، مثل دیگران باشم پس من تبدیل به یک فردی میشم که دنیا مرا دوست خواهد داشت و یهودی ستیزی به کنار میره. اجداد ما در پاسخ می اجداد ما یهودی بودن، زیرا که آنچه که رهرو و رسالتی که 3300 ساله داشتند رو از پدر به فرزند، از راو به تلمید، پیر و مرشد به آمدن و دانش مجموعان خودشون یاد دادن، و نسل‌های گذشته
آنچه که ریشه های ما هست، الهام بخش ما هست از خروج بنی اسرائیل و منشأ گاه شماره یهودیت بر روی چه بنا شده، نه روی هجرت از مکه به مدینه یا اینکه مولود فردی، نه، از روی منشأ آزادی، آزادمنشی و اینی که در مقابل فراعنه در برای آزادی و برابری و برادری یکایی که نوع بشری موسی بن امرام آمده عمل کرده. به این ترتیب یهودیت و قوم یهود از این طریق کتابت هست و آموزشی که هست و پرسشگرایی که هست آمده و چه زنده مانده. یعنی جوهر یهودی بودن و به ارث و میراث بردن ایمانی که کسانی که قبل از ما آمده اند و زندگی رو شروع کردن و آنچه که وقتی ما در لیل سدر و پسخ یهودیان جشن فطیر و جشن آزادی خوانده شده آن رو میایم برمارا میکنیم، یعنی یک یهودی، یهودی یک حلقه ای از زنجیره هایی هستش که نسل به نسل تا اینکه به ما رسیده. وقتی که ما صحبت از دورایی میکنیم که این زنجیر گسسته شده، مثلا در 70 سالی که در تید قیمومیت و کمونیسم بودن، اون چی که در قبل از جنگ جهانی دوم همفرهنگی اسیمیلازیسیون، همون چی که در حال حاضر داره اتفاق میفته در یکایک که کشورهای غربی که از باورمندی خودشون ممکنه نه ولی از دین مداری خودشون دارن بیرون، نه به صورت دین ستیزی که مثلا در جاهای یافت میشه که در اون زور و زر و تزویر و زن ستیزی باشه، ولی زمانی دیگری هستش که ما داریم زندگی میکنیم و اون تداوم یهودیت و قوم یهود که برای دیگران نظر تداوم ملی خودشون یه امر طبیعی هست در یک برهه از زمانی قرار گرفته که امروز میشه گفتش که در یک سردرگمی هویتی قرار گرفته، از یک چپگرا، راستگرا، اشکرازی، سفاردی، از نظر دولت های پسا زاینستی که روی همه مگن جنرال ها در کنار اخوان و مسلمین دارن میشینن و از طرف دیگه علمگرای خراد ورزی و اینی که تا چند تازه میتونن اعمال حاکمیت داشته باشن بر سرزمین موعودی خودشون، نه فقط برای قوم خودشون و ملیت خودشون بلکه دیگران نیست که باورمندان دیگر در این خاورمیانه که دارن زندگی میکنن چگونه میتونن اون صلح رو، تنش زدایی رو میتونن بیارن. از این رو ما با از خودمون باید بپرسیم ما کی هستیم و داستانی که اول از همه خودمون رو تعریف میکنیم چگونه تعریف میکنیم و چگونه دیگران ما رو تعریف میکنن و اون آزادی و آزادی هست، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی نیایش که در اختیار آنان در اسرائیل یکایی که باورمندان گذاشته شده و اینی که از همه بالاتر سرنوشت خودشون ما به عنوان سرگذشت خودمون مینویسیم، نه اینکه دیگران برای ما نوشته باشن از زور و جهل و جمود فکر. آنچه که در این قالب میتونه بیان بشه بر این هستش که یعنی قلب آنان یا مهرورزی و پیوند قلب‌ها رو چگونه ما میتونیم به یکدیگر نزدیکتر بکنیم از طریق فلسفه زندگانی که در یهودیت یافت میشه، فلسفه‌ای که انسانگرا هست، فلسفه‌ای که در اون فرقی بین من و شما نیست و اینی که تا چند اندازه میتونیم یک جامعه‌ای رو با همدیگه بسازیم که بر اون در بهینه سازی رفاه اجتماعی در کنار یکدیگر قرار گرفته میشه. و آنچه که در اسرائیل داره اتفاق میفته در 5783 حالا از منشأ اون که در اصل آفرینش از 3300 سال داره میگذره به عنوان پایتخت ابدی اورشلیم رو در نظر میگیریم، بیش از 3000 سال میشه گفت که موسی بن عمران به عنوان یک پیامبر از قوم خودش درخواست میکنه که در طول نسل‌ها پس از اونی تکرار میشه و این تداوم هنوز ادامه داره و اون آنچه که آنان رو بر این ساختی به سرزمین موعودی خودشون آوردن، آنچه بود که به هر حال ابراهام رو به عنوان انبیای
انبیای جهانیان بر آن آورد که از آنان موسی بن عمران از فرعون مصر و از سلطگری و استبداد و فرائنه آمد و مردمی رو آورد به یک سرزمینی که بتونن در اون سرزمین بتونن آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی سرنوشت خودشون با دست خودشون بنویسن. همونطور هم ابراهام اومد در قوم نیمرو در مورد توسعه طلبی ادیان دیگر، حمورابی و غیره و اینها، در سرزمین موعودی اومد اون رو بنا ساخت و آن رو نه فقط برای خود بلکه برای فرزندان خود به عنوان یک پیامبر میاد میخونه. وقتی که در خانه می نشینی و در از آن خانه ای که هستی تو بیرون میری، همینطور که ابراهام گفته شده، و به یک دیار دیگر میری و میخوای در اون دیار که در اون ستم نباشه بلکه یک سازمان و سیستم دادگری رو بتونی ایجاد بکنی، همین راهی که تو میری به جای دیگر، همین کوچ اجباری که میکنی، همینطور که 40 سال در بیابان گردی میکنن تا اینکه رسیدن و به مأوای خودشون رسیدن، مردم رو، مردمی که در این بیابان گردی هستن، آسیب پذیرتر میکنی. از این رو در ما آنچه که باید به یاد داشته باشیم این ریشه های خودمون رو فراموش نکنیم و این هستش که ما از روز اول یک قوم برده بودیم، قومی بودیم که در حالا صحبت 400 سال میشه، 210 سال میشه، زیر قیمومیت و ولایت و آنچه که در فراعنه مصر آمدیم و با آزادسازی خود و دیگران گاه شماری خودمون رو آغاز کردیم. سفر طولانی و طاقت فرسایی رو ما در کویر سینا شروع کردیم و هنوز به منطقه نرسیده بودیم که بتونیم برای خودمون یک مأوای ایجاد کنیم و سرزمین رو ایجاد کنیم که 3300 سال پیش موفق شدن پادشاهی و ملیگرایی و بر طبق رهنمودهای انبیا ایجاد کنن، پادشاهی اسرائیل و پادشاهی یهودا. یعنی مردم این ملت بگونه‌ای که در آن موقع که در کتب مقدس آمده مردمی نبودند که به دنبال صلح باشند، بلکه برد پرور بودند و آنچه که گفته شده که ممکنه یهودیان رو، بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آورده باشه، ولی 40 سال طول میکشه که مصر رو و اندیشه مهر و اندیشه تعبد و اندیشه عبودیت و اندیشه بردهداری رو از اونها بیای به دور بکنی، از افرادی که اهل نزاع و دعوا باشن و ناسپاس باشن و بلا تکلیف و گاهی نیز بیوفا باشن و سپاسگزار نباشن، اونها رو به یک ردهی از کرامت انسانی برسونی که بتونن تغییر و تفاوت در خودشون در ورای حرسه به صورت معجزه‌آسایی ایجاد بکنن. یعنی که چیزی که معنای اون و مفهوم اون فراتر از زمان باشه، مکان باشه و مردمی باشه که در 3300 سال پیش و طبق کتب مقدسه در اینجا مأوا گزیدن. یعنی وقتی که ما بشارت آزادی رو میخوایم از نسل به نسل دیگه که برابر برادر آزادی رو بتونیم به ملت‌های دیگه بیایم و این رسالتی که بر عهده گرفتیم از مسئولیت هستی، نه به عنوان برگزیدگی، به عنوان یک رسالت به عهده گرفتیم و توضیح کننده یک پیامی باشیم جاودانه، پیامی که کرامت انسانی بر اون باشه، پیامی که بر اون یک بشارت آزادی هست، پیامی که در تقابل است و تمدن های جانب توسعه و اسلامیون گرفته تا مسیحیون گرفته شد، از هلنیز گرفته تا اسکندریون گرفته شد، از کمونیسم گرفته که همه رو میخواد همرنگ همدیگه بکنه تا آنچه که یهودیت که یهودی ستیزه رو از این طریق ایجاد کرده، چیه؟ منزلت انسانی هست، ارزشمندی انسانی هست و اینی که اگر با همدیگه فرق داریم متمم همدیگه هستیم، از همدیگه میتونیم بیاموزیم و همکنشی فرهنگی با همدیگه داشته باشیم. از این رو این تنها در صورتی میتونه اتفاق بیفته که نسل‌های متوالی
این وظیفه رو که به عهده دارن بتونن به نسل بعدی خودشون رد بکنن و اینی که این رو منتقل بکنن. درست همینی که وقتی که صحبت میشه در شما اسرائیل دنیایش یهود گفته میشه، میگه که خداوند خودت رو دوست بدار با تمام قلبت و تمام روحت و تمام توانایی خودت. یعنی که منظور از این چیه؟ منظور این هستش که چگونه حاکم موشه الشیخ این رو اینجوری میاد تفسیر میکنه که چگونه در بین ما میتونه ارتباط ایجاد کنه، پیوند دلها ایجاد، قرارداد اجتماعی میتونه ایجاد، تعهد در بین ما میتونه ایجاد کنه. ما فقط میتوانیم چیزی رو از خودمان دوست بداریم و با ارزش بپنداریم که خود آن رو ارزشمند بپنداریم. اون موقع هست که ما میتونیم برای دیگران و تفاوتهایی که بین ما و دیگران هست بتونیم ارزش قائل باشیم.